نخست سرخط خبرها. حریق ده‌ها تن مواد کیمیایی و الکلی توسط پلیس در هرات. ارزش این مواد 100 میلیون دلار گفته شده است. کمانندانی امنیت هرات تا 380 عملیات 61 تن مواد مخدر مختلف نو را ضبط و کشف و ضبط کرده که 435 نفر مجنون داره. انتقاد از افزایش نوسانات برق در هرات. اداره برق در تلاش رفع چالش کمبود برق و نوسانات است. شمارش معکوس ترامپ برای صدور فرمان خروج سربازانش از افغانستان. اسدالله خالد اما میگوید ارتش آماده دفاع مستقلانه است. ابتلای بیش از 200 نفر به کرونا برای دومین روز متوالی. آمار مبتلایان به 44,000 نفر نزدیک شد. و خبر دیگر این که شرکت داروسازی مدرنا از موفقیت خود در تولید واکسن کرونا خبر داد. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. فرماندهی پلیس هرات اعلام کرده است که ده‌ها تن مواد کیمیاوی و الکلی که از آن برای ساخت مواد مخدر صنعتی استفاده می شود پس از توقیف در ولسوالی گذره این ولایت حریق شد. ارزش مجموعی مواد حریق شده حدود 100 میلیون دلار گفته شده است. بر اساس معلومات پلیس هرات در پیوند به قاچاق و انتقال این مواد بیش از 430 نفر بازداشت شدند. پلیس هرات امروز بیش از 60 تن مواد الکلی و شیمیایی که برای تهیه مواد مخدر استفاده می شود و مقادیری مواد مخدر را تومه حریق ساخت. سلطان داوود فرمانده پلیس هرات در این خصوص گفته است که این مقدار مواد در نتیجه راه اندازی 380 عملیات مختلف نیروهای امنیتی در جریان سال گذشته و امسال کشف و ضبط شده است. فرمانده پلیس هرات در ادامه افزوده است که در پیوند به قاچاق این مواد نیز 435 نفر بازداشت شدند. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات، قماندانی امنیت هرات تا 380 عملیات 61 تن مواد مخدر مختلف نو را ضبط و کشف و ضبط کرده که 435 نفر مجنون داره، 89 نفرش قاچاقبرای عمده و اساسی است، 4 نفرش طبقه خارجی است و 15 نفرش طبقه اوناس است که در طول سال گذشته را کشف و ضبط و دستگیر کرده بودند. فرمانده پلیس هرات همچنین مدعی شده است که مواد کیمیایی برای ساخت مواد مخدر از کشورهای همسایه وارد هرات می شود. از طرف دیگر اعضای شورای ولایتی هرات از حکومت خواستند که مزارع کاشت مواد مخدر را تخریب کند تا بیشتر از این مواد مخدر در کشور تولید و بسته‌بندی نشود. این موادی که امروز ما حریق میکنیم از نظر ما، من فکر کنم بسیار ناچیز است. باید پلیس ما بیشتر تلاش بکنه، راه ترانزیتی تحت پوشش قرار بده، نیروهای استخباراتی کشوری ما که بتونن بیشترتر مواد مخدر کشف بکنن و نگذارن که شهر هرات از این بیشتر به معتاد یا به مواد مخدر وصل بشه. به هر حال فرمانده پلیس هرات تاکید کرده است که نظارت بر مرزها و گمرکات باید افزایش یابد تا جلوی ورود محموله های مواد کیمیایی گرفته شود. همزمان با این مسئولان صحی به این باورند که مبارزه با قاچاق و فروش مواد مخدر و از طرف دیگر حریق مواد کیمیایی میزان اعتیاد به مواد مخدر را کاهش خواهد داد. زمانی که ما شاهد همچو برنامه ها و همچو فعالیت های هستیم، امیدواری به این است که در قسمت کاهش مواد لااقل در شهر تاثیرگذار باشه و همانطور که شما در جریان هستیم شعار وزارت صحت عامه در پهلوی تداوی وقایه است و یه نیز و این خودش یکی از گام های مفید و مثبت در قسمت وقایه از مصاب شدن افراد به مواد مخدر هست. پلیس هرات همچنان اعلام کرده است که ارزش مجموعی مواد حریق شده حدود 100 میلیون دلار است. قابل یادآوری است که افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در سطح جهان عنوان شده است. با افزایش ناامنی، سطح تولید و قاچاق مواد مخدر که یکی از منابع درآمدزایی پیکاجان طالب محسوب می‌شود نیز در افغانستان افزایش یافته است.
اداره برق ولایت هرات میگوید که با فرارسیدن فصل زمستان و افزایش تقاضا برای مصرف انرژی، مشترکین برق در هرات با نوسانات متعدد مواجه میشوند. زینب محسنی، سخنگوی اداره برق هرات، در گفتگو با خبرگزاری اسنا گفته است که این چالش عمومی است، در حالی که هرات نسبت به سایر ولایت‌های کشور شرایط بهتری در ارائه خدمات دارد. خانم محسنی با تاکید بر اینکه این اداره به صورت شبانه‌روزی در تلاش است تا نوسانات کاهش یابد، افزود برای رفع نوسانات برق، این اداره برای رفع نواقص روی پروژه 220 کیلووولت برق ترکمنستان کار می‌کند. به باور وی با تکمیل این پروژه به زودی نوسانات برق در هرات به حداقل ممکن می‌رسد و به ویژه با فعال شدن ترانسفورماتور 40 مگاوات برق از ازبکستان، انتظار می‌رود که برق هرات وضعیت بهتری به خود بگیرد. این در حالی است که با وجود وعده‌های مکرر اداره برق برای اجرای شدن طرح‌های مختلف در زمینه برق‌رسانی، کاستی‌ها در این زمینه ساکنان هرات را می‌آزارد. فعالان مدنی در ولایت هرات نسبت به ازدواج‌های زیر سن و زود هنگامی که در این ولایت همچنان دیده می‌شود ابراز نگرانی می‌کنند. حلیمه سلیمی، مسئول شبکه زنان افغان در هرات، به خبرگزاری اسنا گفته است که ازدواج‌های زیر سن در ولایت هرات مطابق با قانون منع خشونت علیه زنان، نوعی خشونت علیه دختران خردسال محسوب می‌شود. خانم سلیمی در ادامه تاکید ورزید که ازدواج‌های زیر سن فرصت آموزش و تربیت درست را از دختران می‌گیرد و چالش‌های روحی و روانی مختلفی را برای آنها به وجود می‌آورد. رئیس شبکه زنان افغان در ادامه اعلام کرد که با وجود تلاش‌های مکرر و متعددی که در راستای توقف ازدواج‌های زیر سن انجام پذیرفته، هنوز هم در بسیاری از ولایت‌های کشور این پدیده مروج است. شبکه زنان افغان هرات از دولت می‌خواهد تا در راستای محو این پدیده تلاش کرده و راهکارهای عملی و جدید برای برطرف شدن این مزل بیندیشد. وزارت داخله افغانستان نسبت به اعلامیه اخیر پیکارجویان طالب مبنی بر احتمال حمله به زندان پلچرخی کابل در هماهنگی با دولت این کشور واکنش نشان داده است. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخله، میگوید که ادعای پیکارجویان طالب مبنی بر برنامه‌ریزی گروه داعش برای حمله به زندان پلچرخی کابل در هماهنگی با بخش استخباراتی دولت افغانستان کذب محض است. آقای آریان با تاکید بر اینکه این اعلامیه تبلیغات منفی این گروه علیه دولت است، گفته است که پیکارجویان طالب که خود حمله می کنند نباید چنین ادعایی داشته باشند. این گروه در اعلامیه خود هشدار داده بود که این حمله برنامه‌ریزی شده و جنگ افسارهای مورد نیاز به داخل زندان پلچرخی انتقال داده شده است. زندان پلچرخی یکی از بزرگترین زندان‌های افغانستان است که علاوه بر هزاران زندانی سیاسی، زندانیان پیکارجویان طالب نیز در آن دوران محکومیت خود را سپری می کنند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دستور خروج سربازان آن کشور از افغانستان پیش از سال نو میلادی را صادر خواهد کرد. همزمان با این، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، گفته است که حضور نیروهای خارجی در افغانستان تا هنگامی که نیاز است ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های آمریکایی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به زودی فرمان خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان و چند کشور دیگر را صادر خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مفصل از خروج نیروهای نظامی آمریکا در هفته‌های آتی از کشورهای افغانستان، عراق و سومالی خبر داده است. شبکه خبری CNN هم به نقل از منابع خود در کاخ سفید گزارش داده که این فرمان اجرایی در هفته جاری صادر خواهد شد. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حالی سرعت بخشیده خواهد شد که مقام‌های نظامی آمریکا تأکید دارند که خروج نظامیان کشور باید طبق شرایط باشد. چندی پیش مارک اسپر، وزیر پیشین دفاع ایالات متحده، طی نامه محرمانه از خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان و خطراتی که برای نیروهای باقی مانده خارجی در این کشور ایجاد می‌کند، هشدار داده بود. مارک اسپر تأکید کرده بود که خروج زود هنگام ممکن است روابط آمریکا و متحدانش را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با این، ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو، گفته است که با سرپرست جدید وزارت دفاع آمریکا در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان گفتگو کرده است. آقای استولتنبرگ تأکید کرده که حضور نیروهای خارجی در افغانستان تا هنگامی که نیاز است ادامه خواهد یافت. از طرف دیگر، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، گفته است که تمام نیروهای خارجی از افغانستان خارج نمی‌شوند. به گفته آقای خالد، احتمال اینکه شمار نیروهای خارجی کاهش و یا افزایش یابد وجود دارد.
سرپرست وزارت دفاع ملی با بیان اینکه 96% عملیات نظامی توسط نیروهای امنیتی رهبری و مدیریت می‌شود، گفته که ارتش آماده دفاع مستقلانه از افغانستان است. آقای خالد همچنان تأکید کرده است که نیروهای امنیتی حدود 60% خاک افغانستان را تحت پوشش پهپادی قرار داده و کنترل می‌کنند. امرالله سالم معاون اول ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی از نهادهای عدلی و قضایی خواسته است که محاکمه دهشت افغانان را به صورت علنی برگزار کنند. سالم امروز با نشر یادداشتی در صفحه فیسبوک خود گفته است که آقای غنی تاکید کرده که محاکمه ها سریع انجام شود. پیش از این امرالله سالم نیز از نهادهای قضایی خواسته بود که محاکمه افرادی که در حمله های دهشت افغانی دست دارند را علنی برگزار کنند. ساله در ادامه افزوده است که بر اساس هدایت رئیس جمهور، مسئولیت نظارت بر تطبیق برنامه میثاق امنیتی در 10 شهر بزرگ افغانستان نیز به او واگذار شده است. او در عین حال تصریح کرده که جرایم جنایی در کابل تا 90% کاهش یافته است. با آنکه ساله از کاهش جرایم جنایی سخن میگوید، کابل دیروز گواه 2 رویداد امنیتی بود که در نتیجه 2 نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که برای 2 روز متوالی بالغ بر 1100 نمونه مشکوک ابتلا به کرونا در کشور آزمایش شده که از این میان ابتلای 213 نفر تایید شده است. با ابتلای این افراد در ولایت‌های کابل، قندهار، هرات و 10 ولایت دیگر، مجموع افراد مبتلا در افغانستان به 43681 نفر رسیده است. در اعلامیه وزارت صحت عامه از مرگ 6 بیمار مبتلا به کرونا خبر داده شده که با این حساب 1638 نفر از مبتلایان قربانی شدند. شایان ذکر است که از میان افرادی که با این ویروس دست به گریبان شدند، بالغ بر 35000 نفر بهبودی خود را بازیافتند. این در حالی است که با افزایش آمار احتمال آغاز موج دوم کرونا در افغانستان بیشتر از پیش تقویت شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که با وجود محدودیت‌های شدیدی که ویروس کرونا در کشور ایجاد کرده، صادرات از طریق دهلیز هوایی در مقایسه با سال گذشته تا 15% رشد داشته است. محمد یونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید با وجود اینکه شیوع ویروس کرونا در 9 ماه گذشته چالش‌های بسیاری به وجود آورده، اما این افزایش صادرات امیدوار کننده است. وی در ادامه افزود که در سال 2019 2700 تن کالا از افغانستان به خارج از مرزها صادر شده بود که این عدد برای سال جاری 3800 تن عنوان شده است. با این حال به گفته مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، ظرفیت کم هواپیماهای باری و نامنظم بودن برنامه‌های پروازی چالش‌های عمده‌ای هستند که صادرات را با سختی مواجه می‌سازند. این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصاد افغانستان را در سال جاری همراه با 5% رکود پیش بینی کرده است. وزارت دفاع افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که ولسوالی دشت ارچی در ولایت قندوز از وجود پیکارجویان طالب پاکسازی شده است. در اعلامیه این وزارتخانه که صبح امروز منتشر شد، آمده است که نیروهای امنیتی طی عملیات ویژه مرکز این ولسوالی به همراه بخش‌های زیادی از نواحی اطراف آن را پاکسازی کردند. در اعلامیه وزارت دفاع جزئیاتی از تلفات ارائه نشده، اما گمان می‌رود که ده‌ها عضو این گروه از پای درآمده باشند. در عین حال وزارت دفاع تأکید کرده است که عملیات‌های نیروهای پاکسازی ادامه خواهد یافت و به زودی تمام مناطق ولسوالی دشت ارچی به دست دولت خواهد افتاد. این اعلامیه پس از آن منتشر شده که بامداد روز گذشته ساکنان ولسوالی دشت ارچی گواه نبرد سنگین میان دولت و پیکارجویان طالب بودند. و دنبال آن گزارشهایی از سرنگونی بخشهایی از ولسوالی به دست این گروه منتشر شد که کمی بعد از سوی وزارت دفاع تکذیب شد. دفتر بین‌المللی حمایت از کودکان یا Save the Children در آستانه برگزاری نشست افغانستان 2020 در ژنو خواستار افزایش کمک‌های بین‌المللی برای کودکان شد. در اعلامیه این دفتر از کودکان و افراد دارای معلولیت به عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه یاد شده و از جوامع بین‌المللی خواسته شده که در این کنفرانس نگاه ویژه‌ای به این بخش
داشته باشند. در این اعلامیه همچنین به ادامه گفتگوهای بین الافغانی اشاره شده و از جامعه جهانی درخواست شده است که برای آموزش دختران تاکید کنند. این سازمان همچنین درخواست کرده تا سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در بخش صحی افغانستان انجام شود. کریس نیاماندی رئیس بخش افغانستان در این دفتر تاکید ورزیده است که جامعه جهانی باید از صلح در این کشور حمایت کند تا زمینه کاهش خشونت‌ها فراهم باشد. داده های ارائه شده از سوی دفتر بین المللی حمایت از کودکان نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش آموزش در افغانستان نسبت به دیگر کشورهای جنوب آسیا تا 78% کمتر است. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. پس از شرکت‌های بایونتیک آلمانی و فایزر آمریکایی، اکنون شرکت داروسازی مدرنا نیز از موفقیت خود در تولید واکسن ضد کرونا خبر داده است. مسئولان این شرکت آمریکایی گفتند که واکسن تولیدی آنان حدود 95% مثمر واقع می‌شود. شرکت آمریکایی مدرنا به تازگی اعلام کرده که واکسن تولیدی این شرکت در برابر ویروس کرونا نزدیک به 95% مسئول است. مسئولان شرکت آمریکایی مدرنا گفتند بررسی‌ها در مرحله سوم آزمایش واکسن نشان می‌دهد که این واکسن از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری می‌کند. انتظار می‌رود شرکت آمریکایی مدرنا هفته‌های آینده برای تصویب فوری عرضه این واکسن اقدام کند. قرار است تا 20 میلیون دوز این واکسن تا پایان امسال در آمریکا عرضه شود. با گذشت نزدیک به یک سال از شیوع ویروس کرونا، امیدواری‌ها برای شکست دادن این ویروس افزایش یافته است. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این خصوص گفته است کمیسیون اتحادیه اروپا امروز 17 نوامبر خرید 405 میلیون دوز واکسن را به شرکت جرمنی کیورواک فرمایش می دهد. من خرسندم که توافق تازه را اعلام می کنم. امروز ما یک قرارداد تازه را جهت خرید واکسن دیگر ویروس کرونا برای اروپایی ها تصویب خواهیم کرد. نتیجه ابتدایی آزمایش از سوی شرکت مدرنا روی حدود 30,000 داوطلب تطبیق شده که تا نزدیک 95% در برابر ویروس کرونا مصونیت نشان دادند. پیش از این شرکت آمریکایی فایزر و شرکت بایوانتیک در آلمان برای اولین بار اعلام کردند که واکسن آنان برای جلوگیری از ابتلا به کرونا و ایجاد معافیت در برابر این ویروس بیش از 90% موثریت دارد. بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر نزدیک به 55 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. همچنین مرگ و میر ناشی از این ویروس از مرز 1,300,000 نفر گذشته که از این میان افغانستان هم در نبرد با این ویروس بیش از 1,630 قربانی داده است. با وجود تلاش و امیدواری‌ها برای عرضه واکسن کرونا پیش بینی می‌شود که رسیدن آن به کشورهای مختلف چندین ماه زمان را در بر بگیرد. در پایان مرور دوباره بر سرخط خبرها. حریق ده‌ها تن مواد کیمیایی و الکلی توسط پلیس در هرات. ارزش این مواد 100 میلیون دلار گفته شده است. کماندانی امنی هرات تا 380 عملیات 61 تن مواد مخدر مختلف نور را ضبط و کشف و ضبط کرده که 435 نفر مجنون داره. انتقاد از افزایش نوسانات برق در هرات. اداره برق در تلاش رفع چالش کمبود برق و نوسانات است. شمارش معکوس ترامپ برای صدور فرمان خروج سربازانش از افغانستان. اسدالله خالد اما میگوید ارتش آماده دفاع مستقلانه است.
ابتلای بیش از 200 نفر به کرونا برای دومین روز متوالی. آمار مبتلایان به 44,000 نفر نزدیک شد. و خبر دیگر این که شرکت داروسازی مدرنا از موفقیت خود در تولید واکسن کرونا خبر داد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبان روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکاد دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکاد بیننده برنامه های ما باشید. سپاسگزارم از اینکه بیننده خبرها از چکاد بودید. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.